برنامه فارندسک خوش اومدید. من لیسا دفتری هستم و برنامه امروز رو به فارسی انجام میدیم. گفتگویی داریم با خانم میترا جشنی، مدیر اجرایی سازمان Foundation for the Liberty and for the Individual Liberty and Rights یا همان بنیاد فرشگرد، عضوی از سازمان لیبرتی و بنیانگذار پروژه زنان فیروزه ایران و کارشناس ارشد هنر و تاریخ هنر و دانش آموخته رشته مطالعه خاورمیانه مدرن. او همچنین به عنوان نقاش و مجسمه ساز به عنوان آرتیست فعال است. کلن بگیم یه خانم خیلی فعال و خیلی هنرمند. میچه خانم، به برنامه فوردس خوش اومدید. سلام لیزای عزیز، درود میگم بهت، همینطور به شنوندگان و بینندگان برنامه. ممنون از این که منو به برنامه دعوت کردی. خیلی وقتی میخواییم ازتون دعوت بکنیم و خب نشده. شما خیلی واقعا داری فعالیت میکنیم و مشغول هستیم و واقعا ازتون تشکر میکنیم. خسته نباشین، دستتون درد نکنه. ایرانی های داخل و خارج از ایران خیلی از رسانه های جهانی الان انتقاد کردن که بیشتر از این جنبش، از این انقلاب مردم پوشش بدن و از یک طرف خب میشه گفت که هم خیلی سخت هست و خیلی خطرناک. برای همین شما واقعا کارتون خیلی کلیدی هست و هر روز با مردم ایران در تماس هستین. میشه بیشتر برامون توضیح بدین که مردم ایران الان چه احساسی دارن و تو این 4 ماه ناامید شدن، چی فکر میکنن؟ مردم ایران امیدی دارن برای سقوط کردن این رژیم؟ 100% من میتونم بگم نه تنها فقط در این شرایط، الان سالها هست، یعنی از زمانی که پروژه اصلاحات حکومت و جناح اصلاح طلب حکومت کاملا در ایران شکست خورد، مردم به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی یک ساختار اصلاح پذیر نیست که اون رو بتونن کم کم تغییرش بدن و متوجه شدن که اون چیزی که میتونه ایران رو از دره و سراشیبی که الان درش افتاده نجات بده، فقط و فقط تغییر حکومت به یک نظام کاملا مردمی و مشروطه هستش که بتونن با کمک همدیگه و با کمک رهبران لایق کشورشون رو از ورطه نابودی نجات بدن. شما این همه سال فضای سیاسی داخل ایران رو از نزدیک دیدین، این 4 ماه اخیر به نظر شما چه فرقی داره با جنبش های سابق؟ یک هدف خیلی مشخص داره و اون سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییر رژیم. یعنی هیچ کس، ببینید قبلا در اعتراضاتی که اتفاق می افتاد خیلی راحت بود که حالا عده‌ای با جملات فریبنده و ریاکارانه تلاش بکنن که اون پادخیزش مردمی رو و اون نبرد مردمی رو با جبهه شهر و جبهه جمهوری اسلامی به نوعی هایجک بکنن و اون رو مثلا به سمت یک اصلاحات نرم پیش ببرن یا به سمت یک سری خواستهای محدود شده و مشخص از حکومت پیش ببرن. ولی الان به هیچ عنوان اینطوری نیست. حتی مماشاتگران و حامی‌ها و بازوهای رژیم در خارج از کشور، سازمان‌هایی که سالها از حکومت طرفداری می‌کردن، الان جرأت نمی‌کنن که اسمی از اصلاحات ببرن، در حالی که می‌بینی در آبان 98 تقصیرها رو مثلا گردن رئیس جمهور می‌انداختن، تقصیرها رو گردن خامنه‌ای می‌انداختن، ولی الان خیلی مشخص همه یک خواست دارن و اون رفتن و تموم شدن جمهوری اسلامی هستش. شما چی فکر میکنید؟ این سازمان هایی که شما بهشون اشاره میکنید، اگر خب خطشون رو عوض کردن، چون میدونن که خب این دیگه نمیشه راجع به اصلاحات صحبت کرد حتی در آمریکا یا اروپا، فکر میکنید اینا چون که خطشون رو دارن عوض میکنن، حرفاشون هم عوض میکنن، میتونن تا یه حدی این کشورهای غربی رو فریب بدن که دنبال اینا، هنوز دنبال اینا برن؟ ببینید خیلی خیلی مردم هوشیار هستن، اما بیشتر از اون من فکر میکنم که افراد و کنشگران سیاسی که در خارج از ایران هستن و تا حدی با دولت مردان غربی رابطه دارن و همینطور سازمان ها و نهادهای مردم محوری مثلا همین لیبرتی که من باهاشون همکاری میکنم، اینها خیلی وظیفه حساسی دارن در این برهه از زمان و وظیفه شون این هست که اجازه ندن که
خواست مردم ایران که خیلی خیلی مشخص رفتن جمهوری اسلامی و برچیده شدن نظام جمهوری اسلامی در هر شکل و پیکری هستش تقلیل پیدا کنه به یک سری مثلا واژه ها و جملاتی مثل انقلاب زنانه یا مثلا مبارزه برای حجاب یا انقلاب فمینیستی و این چیزا. ببینید مردم ایران 44 ساله تحت حکومت یک رژیم کاملا آپارتاید و ضد بشری بودن. کشور ایران به معنای واقعی اشغال شده. ببینید جمهوری اسلامی انقدری که فکر آبادی و ساخت مثلا شهرک در لبنان و در غزه و در اینجور کشورها هست به مردم خودش و به ایرانیان نمیرسه. ما با مخالف نوع دوستی و بشر دوستی و کمک به همسایگان دیگه نیستیم، ولی یه ضرب المثل ایرانی معروف هست میگه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. الان واقعا مردم ایران تحت فشارن، بنابراین دیگه جایی برای اشتباه و جایی برای فرصت دادن به مماشاتگران رژیم نمیمونه. بریم سراغ این سازمان هایی که شما فعالیت میکنین و واقعا ساختین این سازمان ها رو و یه کاری کردین که توی غرب اینا شناخته بشن و کارهایی که راجب فعالیت خودتون صحبت بکنین و این سازمان ها رو هدفتون چی بوده و الان هدفتون چی هست؟ خب لیزا جون، خودت در امریکا زندگی میکنی و میدونی که برای این که بتونی کنش های مؤثر اجتماعی و سیاسی داشته باشی و بتونی تأثیر گذار باشی بر روی دولت مردان غربی و قانونگذاران مخصوصا آمریکایی، شما نیاز داری که زبان حقوقی و قانونمند کشور آمریکا رو بلد باشی و از کانال ها و مجراهای درستی کارها رو انجام بدی. مثلا برای اینکه شما بخوای یک لایحه ای رو به سنا یا به کنگره پیشنهاد بدی، شما نیاز داری که بتونی با سیاستمداران و نمایندگان در ارتباط باشی، با اونها بتونی صحبت بکنی و برای همه اینها، برای اینکه تحت پوشش قانون و قوانین حقوقی آمریکا باشه، معمولا شما شخصی نباید عمل بکنی و اینها تحت نظارت سازمان و مجوزهای اتفاق میفته. برای همین ما گروهی از ایرانیان و که تعدادی از دوستان من ایرانیانی هستند که در آمریکا ساکنن و تعدادی هم در اروپا ساکن هستیم، تصمیم گرفتیم که به صورت موازی چند کار و چند پروژه رو برای حمایت از مردم ایران پیش ببریم. یکی از اونها کارهای رسانه‌ای و مدیای ما هست که شما در جریانش هستی و بارها هم خودت زحمت کشیدی و کلیپ ها و صداهایی رو که مثلا به ما ارسال شده در شبکه‌های جهانی مثل فاکس یا همین شبکه خودت منتشرشون کردی، که برای اون کار ما نیاز به یه بنیاد مردمگرا داشتیم که مردم بتونن اعتماد بکنن و با ما در تماس بشن، همینطور افرادی که بتونن به عنوان سردبیر، خبرنگار و یا به هر حال در سمت‌های مختلف برای این سازمان و تحت پوشش این سازمان کار بکنن تا بشه صدای مردم رو بهتر پوشش داد. در کنار اون سازمان‌هایی نیاز داشتیم که بتونیم از طریق اونها لابی بکنیم با سیاستمداران غربی و مخصوصا نمایندگان کنگره آمریکا که زمانی که در کنگره هستند و لوایح و قوانینی رو میخوان رأی بدن یا میخوان ارائه بدن، این قوانین در واقع فقط به مسائل اقتصادی و مسائل بین المللی توجه نکنه، بلکه حقوق بشر و حتی حقوق فردی شهروندان ایران رو هم در نظر بگیره. بابت همین مثلا با سازمانی مثل Iranian American for Liberty داریم کار میکنیم که این سازمان در واقع یکی از مهمترین کارهاش همین تماس گرفتن و دادن مشاوره به قانونگذاران غربی هست و همینطور سازمانهای دیگه‌ای که شما در جریانش هستید. در کنار اون هم پروژه‌هایی رو ما کلید زدیم مثل پروژه ایران پروتست که این پروژه به زبان انگلیسی روزانه اخبار اعتراضات و اعتصابات داخل ایران رو پوشش میده. این پروژه از نوامبر سال 2019 یعنی برابر با همون آبان 1398 کلید خورد و وبسایتش هم در واقع همین هشتگ معروف iranprotest.com هستش که میتونن دوستان مراجعه کنن و هر روز اخبار ایران رو به زبان انگلیسی در اونجا ببینن. همینطور پروژه‌ای رو کلید زدیم از طریق همین ایران پروتست که به صورت لایحه‌ای با حمایت سازمان لیبرتی و 40 و اندی نماینده مجلس آمریکا به سنای آمریکا ارائه داده شد که این پروژه، این لایحه اسمش بود لایحه 800 و طبق اون آمار جانباختگان
اعتراضات آبان 98 رو که پس از رفتن پرزیدنت ترامپ به عدد 330 تقلیل یافت، مجدد خواستیم که به همون عدد 1500 برگردونن و این آمار رو شناسایی کردیم و آدرس ها و اسامی و هویت اونها رو درآوردیم و به سنای آمریکا دادیم. و همینطور کارهای دیگه‌ای که خب در جریانش تا حدودی هستی، برخیش رسانه‌ای شده و برخیش هنوز در دست اجرا هستش. شما این اطلاعات رو از کجا میگیرین؟ ویدیوهاتون رو از کجا بهتون میرسونن؟ میتونین بیشتر توضیح بدین؟ یه بخشی از این ویدیوها خب توسط خود مردم شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن. اتفاقا بخشی از اخبار که ممکنه امنیت شهروندان ایران رو داخل ایران رو به خطر بندازه یا اون که بخواد مشکل ساز بشه برای اونها که خدایی نکرده هویت اینها بخواد فاش بشه رو ما سعی میکنیم که حالا به صورت خیلی سربسته یا به صورت در واقع دست کانال‌های امنیتی تر به گوش قانونگذاران برسونیم، ولی بخشی که خب در فضای مجازی منتشر میشه یا بخشی هم که خود شهروندان مستقیم برای اون کانال‌های ارتباطی که ما گذاشتیم، ادمین هایی که در گروه های مختلف شبکه‌های اجتماعی هستن و با ما کار میکنن و افراد بسیار قابل اعتمادی هستن، ارسال میشه و خب این از ما میخوان که اینها رو منتشر کنیم یا صدای اونها باشیم یا خبری رو به ما میدن که ما یک تیمی داریم که این اخبار رو راستازمایی میکنه، ویدیوها رو راستازمایی میکنه و در صورتی که از مجراهای درستی خارج شده باشه و اخبار فیک و یا گروههای سایبری جمهوری اسلامی نباشه در شبکه‌های اجتماعی خودمون منتشر می‌کنیم و همینطور برخی از اونها رو هم در دست خبرنگارانی مثل خودت قرار میدیم که بتونن صدای مردم ایران باشن. عالیه. شما به عنوان این پیام رسان یا این واسطه که الان دارین کار می‌کنین، پیام مردم ایران برای دنیا چیه؟ مثلا الان چی میخوان از ما یا از اونهایی که بخوان حمایت کنن، چه در آمریکا چه در اروپا در تمام دنیا، مردم دنیا میتونن چجوری به مردم ایران الان کمک کنن؟ من خیلی بیرو درواسی لیزا جون این رو بهت بگم. ببینید وقتی ما راجع به صدای مردم ایران صحبت میکنیم، اولا خیلی مهم هستش که رسانه ها و خبرنگارانی که با شبکه های جهانی کار میکنن این رو بدونن بسیاری از افرادی که به عنوان خبرنگار یا به عنوان فعال حقوق بشر در خارج از کشور فعالیت میکنن، خیلی از اونها صدای واقعی مردم ایران نیستن. در واقع اون چیزی هستن که بنیادها و نهادها و یا حتی حکومت هایی که اینها ازشون حقوق دریافت میکنن میخوان که منعکس بشه. مردم ایران یک کشور بسیار پهناور و رنگارنگی هستش و ایران متشکل از اقوام و مرد و شهروندان مختلفی هست که در جای جای ایران زندگی میکنن اما نام ایرانی دارن. یعنی شما وقتی در ایران میرید تنها چیزی که ممکنه یه مقداری شما متوجه باشید که مثلا این فرد مربوط به کجای ایران هست لهجهش باشه یا اینکه ازش بپرسید شما کجایی هستید، وگرنه اولین چیزی که به شما میگن اینی که ما ایرانی هستیم و ایرانی ها هم خواستشون مشخصه، آزادی کشورشون از چنگال حکومتی که 44 سال فرزندان اونا رو، آب اونا رو، خاک اونا رو، منابع طبیعی اونا رو، همه چیز اونا رو به غارت برده. شما وقتی که از درب خونتون از ایران خارج میشید، مخصوصا در این روزها، واقعا هیچ تضمینی وجود نداره که آیا تا شب میتونید صحیح و سالم به خونه برگردید یا نه. من با مادرایی صحبت کردم در این چند وقته یا با جوونهایی صحبت کردم که خیلی رک به من گفتن از خونه خارج شدن، مثلا یک مرتبه توی خیابون گیر افتادن و دیدن که دارن به مردم شلیک میکنن بدون اینکه اصلا متوجه بشن. حتی ممکنه شما مستقیما در اعتراضات شرکت نکنید. مثلا برای یک دوستی داشتم که رفته بود بازار آهن برای اینکه یک چیزی برای ماشینش بخره و به من گفت یک مرتبه من دیدم که نیروهای امنیتی حمله کردن و همه رو به رگبار بستن و این مجبور شده بود که فرار بکنه، بره توی زیرزمینی قایم بشه، ساعتها اونجا معطل شده بود و واقعا میگفت من مرگ رو به چشم خودم دیدم، چون هر لحظه اگر به اون درب زیرزمین لگد میزدن و وارد میشدن دیگه از من نمیپرسیدن که تو اومدی اینجا چیزی بخری. اولین کاری که میکردن یا شلیک میکردن یا منو بازداشت میکردن.
ایرانی ها میخوان که این شرایط تموم بشه و خودشون حاکم بر سرنوشت خودشون باشن و خودشون بتونن کشورشون رو بر اساس فرهنگ و میراثی که دارن و بر اساس اون تاریخ شکوهمندی که داشتن و نوع سنن و آدابی که دارن اداره بکنن. ایرانی ها بسیار افراد باهوشی هستن و خیلی خوب میدونن که چطور آینده و کشور خودشون رو در دست بگیرن. بله بله، واقعا ممنون از ازتون هستیم میترا جان، چون که شما واقعا چه نقش واقعا مهمی این وسط بازی میکنید که این اخبار مردم ایران و احساس مردم ایران و این ویدیوها رو پخش کنید توی دنیا توی رسانه های مختلف، به ما خیلی کمک میکنید و واقعا ازتون تشکر میکنم. انشالله بتونیم که در کنار مردم ایران ازشون حمایت بکنیم، باهاشون باشیم و توی این جنبش هر جوری که بتونیم شرکت بکنیم و مردم صدای مردم ایران پوشش بدیم. ازتون خیلی ممنونم و به امید گفتگوی بیشتری در آینده. برای اونهایی که بخوان اسم‌نویسی بکنن، سابسکرایب بکنین برای پادکست هفتگی ما در یوتیوب /لیسا دفتری میتونین اونجا اسم‌نویسی بکنین و برای ایمیل روزانه ما برید توی وبسایت ما foreigndesknews.com و اونجا میتونین اسم‌نویسی بکنین. روزتون بخیر.